خدمت شما آقای علیرضا عجمی، فعال و کنشگر سیاسی از سوئد، خیلی به برنامه ما در رادیو جوانان امروز خوش آمدید. من هم به شما عرض سلام دارم و خدمت همه مخاطبین و شنوندگان رادیو جوانان امروز. در خدمت شما هستم. بفرمایید. آقای عجمی، مسئله اینجاست که ما شاهد این بودیم که مدتی قبل یک راستگرای افراطی در سوئد به اصطلاح قرآن رو آتیش زد و ما شاهدش بودیم که دولت سوئد هیچ به اصطلاح اعتراضی نکرد و این امکان رو برای آقای راسموس پالودان که رهبر حزب راستگرای افراطی هست مهیا کرد. در پیام ما به هر حال خشم کشورهای اسلامی رو شاهد بودیم، تا اینکه چند روز پیش ما شاهد این شدیم که دوباره در سوئد باز همزمان با اینکه داره سوئد سعی میکنه رأی ترکیه رو داشته باشه، یعنی اوکی ترکیه رو برای عضویت در ناتو، باز یه کسی اومد و به اصطلاح این قرآن رو آتیش زد که این شخص در حقیقت یک عراقیه که به ساکن سوئد هست و تا اونجایی که کند و کاش شده راجع به ایشون در عراق هم به جرم جنایت جنگی متهم بودند، بعدش هم که تو سوئد اومدن و تو سوئد هم قرآن آتیش زدن، آقای سلوان مومیکا 37 ساله عراقی الاصل که این کار را انجام داده و ما دیدیم که باز پلیس اونجا بود، مردم اونجا بودن و میدیا اونجا بود و به عنوان آزادی بیان به ایشون این اجازه داده شده بود. ولی بعد از دوباره واکنش های مردمی که ما دیدیم در سوئد این بود که بسیاری معتقد بودن از خود مردم سوئد که آزادی بیان به این معنا نیستش که به ادیان و یا باورهای دینی یا حتی ایدئولوژیکی یک گروهی توهین بشه به این شکل و فرم. شما فکر میکنید واقعا الان سوئد، البته به خاطر اینکه زیر فشار مونده، قبول کرده که بعد از اینکه کشورهای اسلامی همشون به سوئد اعتراض کردن، به سوئد حتی سفیر ایران در سوئد در ایران رو ظاهرا قبول نکردن فعلا حضورش رو، و دولت سوئد هم اومده فقط این رو محکوم کرده، ولی باز هم همچنان در کنارش دارن میگن که ما به آزادی بیان هر کسی باید احترام بذاریم. در مقابلش هم ما داریم میبینیم که در کشورهای اسلامی پرچم سوئد رو آتیش میزنن، از روش را میرن، حتی من کلیپایی دیدم که میبخشید حتی اضرار کردن روی پرچم سوئد و این رو مخصوصا توی کشورهای تندروی مثل ترکیه و اینا، و این رو اسمشو گذاشتن که خب اینم آزادی بیان ماست، اگر اون خوبه اینم خوبه. پس نظر شما در این مورد چیه و خودتون که در سوئد زندگی میکنید چطوری این به اصطلاح جو رو چجوری میبینید؟ بفرمایید. من عرض کنم خدمت شما، در کل به نکات خیلی مهمی در این مورد اشاره داشتید که هر کدوم به تنهایی میتونه موضوع خاصی باشن برای جامعه سوئد و هم برای جامعه جهانی، بخصوص برای کشورهای شرقی، خاورمیانه، عربی و مسلمان بالاخص، که عکس العمل نشون دادن هر کدوم به ترتیب خاصی و همچنین در جامعه سوئد باز به شکلهای مختلفی عکس العمل های نشون دادن، به درجات مختلفی عکس العمل نشون دادن نسبت به این کار خلاف و یا این کار به قول سیاستمدارا راسیستی یا یک سری حرکت های سیاسی دیگر در رابطه، حتی تحلیل می کردن در رابطه با انتخابات آینده جناهای راست و یا احزاب راستی که قرار است پشتوانه بکنن از حزب دموکرات سوئد که در اصل فلسفه ضد مهاجرپذیری داره و اونو نفی میکنه معمولا. این چندین موضوع در این رابطه و چندین بخشهایی هم از جامعه
و هم از دولت به درجه های مختلف عکس العمل نشون دادن. اما این عکس العمل ها کدوم ها قابل قبول هست که مخالفت و محکومیت مشخص اون رو اعلان کردن، از جمله مثلا در احزاب چپ یا بعضی از بخش های خود اداره دولتی، نخست وزیر به عنوان یک نفر اول کشور اگرچه اون رو محکوم کرد، ولی مشخصا در بیاناتش ایراد می کرد سخنرانی هایی که داشت، به خصوص در رابطه با مجلسین، که چون ما در رابطه با مسئله ناتو که اشاره داشتید الان شما هستیم که به چه شکل میشه وارد ناتو شد و مخالفت هایی هست و به خصوص یکی از کشورهایی مثل ترکیه که باز کشور مسلمانی است وزیگیری کرده، این موضوع را نباید به صورت یک مسئله عمده چه از نظر سیاست خارجی و در رابطه با کشورهای جهان و چه از نظر مسائل اجتماعی داخل اختشار داخلی که میتونه منجر به مسائلی بشه که دولت رو دچار اشکال بکنه و حتی نظم عمومی جامعه را هم به هم بزنه، در رابطه با اینکه میدونیم در کشور سوئد مهاجرین بسیاری از کشورهای مسلمان و شرقی هست خاورمیانه بخصوص. اما در رابطه با این مسئله خاص، مسئله بسیار مشکوکی است، یعنی همون مسئله مبارزات سیاسی جناحی که هم در دولت و هم در جامعه هست و هم در ادارات دولتی، بالاخص سیستم قضایی و پلیس به این شکل بوده که خب سال قبل همین مسئله رو در یکی از شهرهای دیگه و استکهلم همین کار کرده بودن، قرآن آتیش زده بودن، موذیگیری در مقابلش شد و درخواست تظاهرات و شعار دادن و مسائلی که داشتن، با توجه به اینکه ما میدونیم کشورهای مثل سوئد و بعضی از کشورهای اروپایی در رابطه با پذیرش هر نوع تجمعات و تظاهرات اطلاعات دقیق حتی به تقریب جمعیت اونها رو باید اعلان بکنن، تظاهر کنندگان شعاراشون رو باید بدن، بدونن موضوع چیه که جلوگیری بکنن از اغتشاشات و درگیری های اجتماعی بعدی. اما این بار خب اون موقع سال قبل و دفعات قبل جلوی این قضیه رو گرفتن، با جدیت باش برخورد کردن که این میتونه جامعه رو دچار اشکال بکنه، ولی الان اینقدر این مسئله معمولا مبارزات سیاسی یا جناح‌های راست افراطی که خودشون اسمش رو گذاشتن راست افراطی، اینقدر حتی در دستگاه پلیس و قضایی سوئد هست که وقتی که این آقا رفت درخواست کرده و یا جمعی برای تظاهرات در مقابل سفارت عراق یا ترکیه یا کشورهای دیگه اینو درخواست کرده برای آتش زدن قرآن و با همین عنوانی که الان شما اشاره داشتید مثل آزادی بیان، و اینو جالبه که یه بخشی از پلیس اونو بهش اجازه داده و حتی برای دادن این اجازه از دستگاه قضایی یک دادگاه اداری هست که باید اینو مجوز بده برای هر نوع تظاهراتی یا سیاسی یا اجتماعی به هر شکل، این اجازه رو داده با توجه به اینکه اصلا اعلان کرده که من میخوام این کارو بکنم. اون هم پشتوانه این استدلالش این هست که به عنوان همون آزادی بیان که شما فرمودید جز قوانین کشورهای اروپایی و بالاخص اینجا هم هست، ولی نمیگن که این آزادی بیان یک تعریفی در قانون اساسی داره برای جریانهای رسمی مثل رسانه هاست، رادیو تلویزیون هاست و یا جریانهای سیاسی که بخواهند مسائلی را در قالب قانون مبارزات سیاسی مسالمت آمیز بیان بکنن، انتقاد بکنن، نقد سیاسی بکنن. نه اینکه آزادی بیان به این معنی است که شما اجازه حتی هست در قانون اجازه داشته باشید
به یک گروه، به یک جریان فکری، به یک حزب یا به یک شخص توهین بکنی، اهانت بکنی و اینو بخشی از دستگاه قضایی و پلیس به یه عنوان که این نمیتونه آزادی بیان باشه خواستن جلوشو بگیرن، ولی این دادگاه اداری این مجوز اون شخص داده که بره این کارو بکنه، که باز باعث درگیری ها و همین مطالبی که الان اشاره داشتی و به مراتب زیادتر بخصوص در رابطه با همین بخشی از همین دستگاه اداری دادگاه اداری سوئد مخالفت کردن، محکوم کردن که این نمیتونه آزادی بیان باشه، آزادی بیان تعریف خاص خودشو داره و این در اصل به شکلی که خیلی از احزاب و رسانه ها هم موضوع گرفتن. آقای عجبی اجازه بدید من سوالم تمرکز بیشتر سوالم رو اینجاست که وقتی دولت سوئد این تجربه رو سال پیش داشت با آقای راسمون، ولی چرا دوباره اونم در بحبوحه گرفتن تایید کشوری مثل ترکیه که تفاهم اوراناتی زدن رو سال پیش دیدن که چطوری برخورد کردن، چرا اینا میان و یه همچین کاری رو میکنن؟ آیا و به هر حال میدونستن که برخورد ترکیه با این موضوع چطوری خواهد بود؟ اونه که چرا این مجوز رو صادر کردن؟ یعنی این آیا واقعا شرایط عضویت سوئد در ناتو برای اینها اونقدر اولویت نداره که در بحبوحه این مسائل یه همچین جرقه هایی رو یه همچین فتنه هایی رو اجازه میدن که رخ بده؟ بفهمید. بله دقیقا اهمیت داره و به همین دلیل نخواست وزیر اینجا اشاره ایشون به در رابطه با همین قضیه این بود که ما چون درگیر مسائل ناتو هستیم، ورود به ناتو هستیم و کشورهای مثل ترکیه به همین قضیه اشاره داشتن که ما چون در همین رابطه هستیم، در رابطه با ورود به ناتو هستیم، بنابراین اشاره ایشون، توصیه ایشون به تمام دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های قضایی و مجلس این بود که این را نباید طوری مطرح بکنن و به قول ایشون اینقدر هیجان بش بدن که مسئله ناتو رو تحت شعاع قرار بدن. نه آقای ببینید سوال من اینه که چرا اساساً این اجازه رو دادن که این اتفاق بیفته، نه اینکه الان که افتاده بخوان رفع و رجوش کنن. الان این رفع و رجوع کردنه، این تجربه رو این دولت سوئد یک سال پیش داشت، چرا دوباره این کار رو اجازه داده که دوباره تکرار بشه؟ الان این چیزایی که شما میفرمایید تصمیمات دولت و به اصطلاح نهادهای مختلفشونه برای رفع و رجوع کردن، به اصطلاح ماسمالی کردن قضیه، ولی چرا باید این اجازه رو بدن که این اتفاق دوباره بیفته؟ بفرمایید. بله عرض کنم خدمتون چرا این اجازه رو دادن. به این شکل بود که یک بخشی از دادگاه عالی اداری کشور، اینجوری نیست که کل دولت این اجازه رو بده، حتی بخشایی که مخالفت شدید داشتن حتی در خود پلیس، به این شخص اجازه داده بود و به بخشی از پلیس که قرار بود جلوی کنترل تظاهرات یا تجمعات به همون شکلهای قدیم در مقابل سفارتخونه ها رو داشته باشن و به دلیل اینکه این مسئله خسارت زیادی میزنه قرار بود جلوش رو بگیرن، ولی اون بخشی که این اجازه رو از دستگاه اداری گرفته بود، عالی دادگاه عالی اداری گرفته بود که این کار رو بکنه، اون زیر سواله. به طور کلی ما نمیتونیم بیاییم بگیم که تمام دولت، حتی دولت توصیهش این بود که این کار رو نکنه، عرض کردن نخواست وزیر هم مخالفت کرد، کلی مسائل احزاب بودن، کلی مسائل اجتماعی، رسانه ها موزیگیری کردن، حتی اگرچه بعد از اون برای عملشون انجام دادن. توضیحی که این آقا حتی وقتی که بازداشت و در دادگاه بود داده بود که این آزادی بیان است و این اتهام و یا اهانت و یا توهین به شخص یا گروه یا نژاد و یا جامعه نیست، بلکه به یک اعتراض، به یک ایدئولوژی است. این یک استدلال بسیار خنده‌دار است، یعنی احتمالاً میتونیم یه عنوان شوخی تلقیش بکنیم. توی قانون دیگه نیومده که جدا بکنه که شما مثلا من به یه کسی توهین کنم بزنم تو گوشش بگم به این شخص نیست، من ایدئولوژیشو زدم. استدلال بی‌معنی میارن برای این. آقای عجمی من از شما یه سوال دارم، اگر در همون دموکراسی سوئد اگه فردا روزی کسی از به هر حال مقامات اجازه بخواد بگیره که بیاد توی خیابون و
تورات رو آتیش بزنه یا به اسرائیل فوش بده یا به یهودیا فوش بده، آیا فکر میکنید اساسا یه همچین اجازه ای رو در همون سوئد میدن؟ آیا این اتفاق اصلا میتونه بیفته که بعدا بخوان رفع و رجوش کنن؟ نمیتونه بیفته. آزادی بیان در همون غرب هم خطوط قرمز مشخصی داره. شما فقط به اسلام میتونید حمله بکنید، بعدش هم مثلا به مسیحیت، به مثلا یهودیا آنتاچبلن، یعنی غیر قابل اینن که کسی بتونه حتی باشون شوخی بکنه، مسخرهشون بکنه، توهین بهشون بکنه. یعنی اصلا کلن با قبول نمی کنن، کلن این اجازه ها داده نمیشه. شما ببینید که با این همه مخالفی که دولت اسرائیل و یهودیا دارن، کجا دیدید کسی بیاد تو خیابون مثلا تورات رو آتیش بزنه، پرچم مثلا با تو کشورهای اروپایی با اجازه خودشم بیاد یه همچین کارایی رو بکنه؟ غیر ممکنه. بفهم کاملا غیر ممکنه و ابدا فکرش هم آدم نمیکنه که یک چنین اجازه حتی از طریق همین جریانی که تونسته این اجازه رو بده و بخشی از پلیس که وادار شد این رو تحمل بکنه، حتی همینا هم اگر قرار شد مثلا بر علیه اسرائیل یا یهودیت یا هر چیز دیگه ای، حتی مسیحی یا نوعهای مختلفش و ادیان دیگه ای بکنن، امکان این که اصلا حرفش زده بشه هم نیست، امکان نداره بدن. ولی این بخشی که در رابطه با اسلام ستیزی هست در سطح معمولا بیشتر کشورهایی که الان دچار مشکل شدن از جمله با ایران شروع شد که جلوی اون با اون مبارزه بکنن، این مسئله اسلام ستیزی یک جریان جهانی است بعد از تمام اون جریانهایی که خود دنیای غرب، حالا در رأس اون آمریکا یا هم امپریالیست و خود اروپا، تمام این جریان‌های اسلامی را در افغانستان و عراق و لیبی و جاهای دیگه و یمن درست کردن و سالها این یک جریان جهانی است اسلام ستیزی، و مشخصا از کشورهایی که قبلا طی این 20 سال تحت سلطه همین نیروهایی که اصطلاحا میگویند امپریالیست یا فلان، عراق و افغانستان و لیبی و یمن و اینها که عرض کردم بوده، تقویت شده، تعیین شده، از جمله این آخریش مثل داعش هست که خود ساخت و پرداخته خود آمریکاست و کشورهای غربی. ولی بعد از این همه مدت شکستی که میخوان تمام این مسائل و جنگهای اول و دوم جهانی و مسائل دیگری که الان دچار کردن به خصوص غرب آسیا را و کشورهای مثل کشور ما رو، همه مسائل رو تمرکز بدن روی اسلام و اسلام ستیزی، حالا با تمام اون نواقص و اون اشکالاتی که مثل سایر دینهای دیگه ای هم دارن، هیچ فرقی هم نمی کنه، هیچ تفاوتی هم نمی کنه. یک تغییر جهت فکری به دنیا بدن که مشکل ما نیست، مشکل سیستم سود و سرمایه ما نیست که میخوایم به همه جا حمله نظامی بکنیم، تجارت بکنیم و همه باید زیر سلطه و هژمونی آمریکا و سود و سرمایه باشن. نه، این حتما تقصیر اسلام است. بله، اسلام حالا به عنوان یک مذهب عین مذاهب دیگه میشه بهش انتقاد کرد، میشه کلی مسائل داشت، اثراتی داره، اعمال شده به جوامع، باز از طریق خود شما ساخته شده، اعمال شده. این از اونجا نشأت میگیره که چرا باید فقط روی این تمرکز بکنن. و به همون ترتیبی که شما هم اشاره داشتید، حالا اگه در رابطه با بعضی ادیان مثلا مثل مسیحی احتمالاً انتقادهایی میکنن، ولی همچی حرکتهایی امکان ندارد بر علیه سایر ادیان انجام بدن و فقط همون سیستم سیاسی اعمال هژمونی قدرتی که داره تغییر شکل میده، دنیا داره یک سری تغییرات بنیادی روش انجام میشه که از اون سیستم تک قطبی بیرون بیاد و به چند قطبی سیستم اقتصادی، نظامی و سیاسی تبدیل بشه، اونو میخوان جلوش رو بگیرن و تقصیر رو بذارن گردن همون سیاست هایی که خودشون داشتن. آقای عجمی، ببخشید، سوال بعدی من اینه که سخنگوی وزارت خارجه عراق آقای احمد السخا گفته که از مقامات سوئد خواسته که ایشون رو، این شخص رو که عراقی الاصله، به عراق بفرستن و طبق قوانین عراق محاکمه بشه. آیا فکر میکنید این شخص رو که به هر حال در سوئد اقامت داره و حتی عضو یکی از همین
احزاب تندروی سوئدی هست رو احتمال میدید که سوئد دیپورت کنه به عراق؟ این منوط است به این که الان چون شاهدیم که یک سری مسائل مالی اقتصادی سوئد با در نظر گرفتن اون مسائل تحریم های اقتصادی کشورهای دیگه یه مقدار داشت رونق پیدا میکرد و یه مقداری هم داشت که با اعمال نمیکرد تحریم هایی که آمریکا ایجاد کرده بود، این عکس العملی که کشورهای دیگه از جمله ایران که سفیر خودش رو اجازه نداد بیاد و بقیه هم سعی میکنن که سفیرشون رو برگردونن مثل مراکش و جای دیگه، یک مقدار این ارتباطات و فشارهای سیاسی جهانی و اقتصادی رو به سوئد وارد میکنه که الان ما داریم میبینیم اون مسائل اقتصادی و فشارهایی که اومده داره مشخصا که اینجا هستیم احساس میشه. به این دلیل اگر این فشارها بیشتر بشه، این احتمال هست که باز مثل همون قوانین قبلی ارتباطات جهانی که بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن یک چیزی صورت بگیره، چرا که از نظر قوانین خود این شخص تابعیت عراق رو هم داره، میتونه البته عراق میدونید برای کشور غربی به هر حال از نظر کشور غربی شخصیتی مثل این شخص زیاد مهم نیست به قول فرمایش شما، اگر شرایط خودشون اولویت داره و اینکه مسئله ناتو براشون اهمیت داره و به هر حال احتمال داره که این کار را انجام بدن، چون این آقای سلوان مومیکا دیگه من فکر نمی کنم از سوریانی هم هست، حزب دموکراتیک سوریانی یعنی از کردهای به اصطلاح عراق باید باشه، اونه که اینو ایشون رو حتما برمیگردونن و اگه برگردونن فکر میکنید یعنی واقعا ضرب الاجل ایشون رو میتونن برگردونن؟ چون به هر حال مسئله ناتو الان روی میزه، امضای ترکیه لازمه، چقدر با سرعت میتونه دولت سوئد در این مورد تصمیم گیری بکنه و استرداد کنه ایشون رو به عراق؟ بله، زمانش خیلی مهمه، بخصوص که نخواست وزیر اینجا اشاره داشت که تا چند روز دیگه است، اون موقعی که ایشون اشاره داشته یه هفته در روزی فرصت بود که همین جلسه که قرار در رابطه با سران کشورهای ناتو انجام بشه در رابطه با سوئد که البته فنلاند مثل این که پذیرفته، ولی این میتونه یه مقدار تسهیل بکنه اینو، ولی حتما در رابطه با این جابجایی یا تحویل دادنش حتی اگر به شخصی دو تابعیتی باشه و هر مقامی داشته باشه، وقتی که قرار است یک کشورهای بتونن منافع خودشون رو به قول سیاسیون منافع ملی خودشون که در اولویت هست حفظ بکنن و در صحنه جهانی بتونن قدرت داشته باشن، یک نفر که سهله، اونا جنگایی را میندازن که چند صد هزار نفر میلیونی تا الان کشته دادن، اصلا براشون مهم نیست که یک شخصی چه اتفاقی براش میفته، نه تنها چیزی که مهم هست بتونن همین مسئله ناتو رو حل بکنن و در رابطه با اینی که الان خود پول سوئد، کرون سوئد در حال سقوط هست این مدتی که یک ماه اخیر ما داریم میبینیم و داره ارزشش میاد پایین، در رابطه با همین عدم یا قطع ارتباطات مالی یا شرکت هایی که میتونستن مسائل اقتصادی سوئد حل بکنن، اینها مشکلاتی است جدی برای یک کشور که میتونه اولویت داشته باشه و زندگی یا نوع زندگی یا محکومیت یا اعدام یا از بین رفتن یک شخص که هیچی 10,000 نفر هم باشه، اینا که تمام جنگ ها صدها هزار نفر میلیونی کشته دادیم، حالا بیان برای یه نفر منافع یک کشور رو به خطر بندازن، این هم چیزی مهم نیست، فقط از نظر اینی که از نظر زمانی شما فرمودید پوینت مهم دولت اینجا همین مسئله ناتو هست که میخوان هر چه زودتر حل بشه، به علاوه اون قراردادایی که در تحریم ها کم شده بود بتونن دوباره برقرار بکنن، بنابراین این زمان تعیین میکنه برای اینکه کی در رابطه با عراق بتونن و یا اون فشارهای عراق یا اون بقیه کشورها مثل ترکیه، ایران و یا کشورهایی که سفاراتشون رو برمیگردونن، خب مطمئنا روابط اقتصادیشون دچار مشکل میشه، این درجه میتونه تعیین کننده باشه که این زمانی که اینو پس میدن تا چه حد میتونه کوچیک بشه، کوتاه بشه، چند روز بشه یا به ماها طول بکشه، ولی حتما اتفاق میفته، اولویت با زندگی این شخص در سیاست نیست.
البته من فکر میکنم به خاطر اینکه کلا آقای اردوغان به شخص بارها در مورد سوئد و سیاست های سوئد و یا کشورهای اروپایی زیاد باور نداره به اینکه اینها قولی رو که میدن انجام بدن. ما دیدیم که اون موقعی هم که یه سری از کسانی که از به اصطلاح توی کودتای نافرجام خود ترکیه نقش داشتن که فرار کرده بودن فنلاند و سوئد اومده بودن، دور پیش هم که ایشون امضا نکرد واسه این بود که میگفت اونا رو بفرستید، اینا هم گفتن باشه شما امضا بکن ما اینا رو میفرستیم، پروسه کاری طول میکشه و اینا. ولی دیدید که امضا نکرد آقای اردوغان، گفت شما دستتون دیگه هناتون یعنی رنگ نداره، معلومه که شما کارتون رو اول انجام میدید بعد بهانه میکنید و نمیکنید انجام کاری که باید، ای قولی که باید میدید. اونی که من فهم کنم این شخص رو هم تا زمانی که نفرستن، حتی آقای مقتدا صدر هم که رهبر جنبش صدر در عراق هست خواستار جمع‌آوری امضا شده و انتقال اون به سفارت سوئد برای محکوم کردن این مسئله و استرداد این شخص به عراق برای محکوم شدن. اونه که من فکر میکنم این مسئله رو باید دولت سوئد یا دادگاه های سوئد در ضرب الاجل انجام بدن، چون من فکر نمیکنم کشور ترکیه امضا یا تایید رو بکنه قبل از اینکه ایشون به اصطلاح واقعا برگردونده بشه به عراق. اونه که یه مقدار به قول شما باید دید که چه اتفاقی میفته در روزهای آینده. شما به هر حال در کوچه بازار خب اعضای خانوادهتون هم که خانواده بساز سوئدی و اینا هستن چند نفر، دیدگاه اونا راجع به این اتفاقاتی که در سوئد میفته به اسم آزادی بیان چیه؟ اگه بخواید یه چند دقیقه هم راجع به این مسئله صحبت. بله، عرض کنم توضیح خواهم داد خیلی خلاصه، اما در رابطه با آقای اردوغان که گفتین، اصلا اعلان کرد که این بی‌اعتمادی ما نسبت به کشورهای اروپایی بیشتر شده در رابطه با همین مسئله‌ای که روی اون تاکید داشتید که قول‌هایی میدن، قراردادهایی می‌بندن، تعهداتی را میدن ولی به عمل نمی‌کنن. این عدم اعتمادی که ایجاد شده میتونه این مشکل مضاعف بکنه برای کشور سوئد و بقیه کشورهایی که دوچار چنین مسائل میشن عمدن از طریق جریانهایی که بخواهن حالا یا سوء استفاده های انتخابی بکنن، انتخاباتی بکنن، یا سوء استفاده های سیاسی و اجتماعی دیگه رو به شکلهای اعمال بکنن. اما در رابطه با افکار عمومی تا اونجایی که من با حداقل که اشاره داشتید، خب بله، این فک فامیلای خارجی ما به خصوص سوئدی که الانم این تأخیر به همین دلیل بود، این سوالاتی که ازشون کردن و اشاره داشتن اتفاقا در رابطه با همین اخبار، خب اونام تو اخبارشون رادیو تلویزیون ها مرتب هر روز گوش میدن متوجه میشن، نه اینو به راحتی محکوم کردن و اینو به عنوان آزادی بیان مطرح نکردن، گفتن اصلا این وقتی که به نتیجه رسیدیم که این یک عمل است، یک فعل است، سخن نیست که اسم آزادی روش بذاریم. آزادی عمل نمیتونه با آزادی سخن یا آزادی بیان یکی باشه. شما بله میتونین، و حتی مثالی که من براشون زدم به عنوان که یه مقدار استدلال قانونی بشودیم که آزادی در قالب قانونمندی هست اینجا، مثلا من به میل خودم چون دوست دارم از چراغ قرمز رد بشم با ماشین، یا یه جایی چون دوست دارم یا خشمگینم یا از کسی ناراحتم بزنم تو گوشش بگم که این آزادیه. حالا این مسئله آزادی یک مسئله تعریف شده است در قوانین، یعنی رعایت قوانین، و اینجوری که من دیدم در رابطه با این سوئدیا معمولا اینو محکوم میکردن که در رسانه هاشون هم خیلی بهش اشاره شده که فرق هست بین آزادی بیان و آزادی عمل، این دوتا مسئله است، ربطی به هم دیگه نداره. نه اینا، این فک فامیلای ما هم اینجا اینو رد کردن. سپاس از توضیحاتتون. البته باز میخوام برگردم به مسئله همون این آقایی که قرآن رو آتیش زده، که ظاهرا در میون جمعیت یک عراقی دیگه بوده تو همون سوئد، اون جمعیتی که رفته بودن داشتن نگاه میکردن این عمل رو،
اون عراقی که به ایشون یه سنگی پرت کرده، پلیس سوئد او را دستگیر کرده و کسان دیگه که سعی کردن حمله کنن به این شخص یا جلوشو بگیرن که این کار رو انجام نده، پلیس سوئد اونا رو دستگیر کرده، ولی ایشون قشنگ داره راست راست خودش با اینکه به بهانه آزادی بیان به یک جمعیتی بیشتر حدود 2 میلیارد جمعیت کره زمین مسلمانن. شما نمیتونید که یعنی به این بله راحتی بیاین و خیلی راحت توهین بکنید. ولی متاسفانه بعد از قضیه سپتامبری که در 9 سپتامبر در آمریکا و حمله آمریکا به عراق و افغانستان همزمان، اصلا یک نوع اسلاموفوبیا به وجود اومد. یعنی اصلا یه طوری شده که خود مسلمانان به خاطر اینکه بخوان خودشون رو همسو با کشورهای با عقاید غربی نشون بدن، ما میبینیم که هرچی فحش و فصیحت هست به قرآن و تمام اماما و پیغمبرهای خودشون میدن. اونه که یک نوع میگم اپیدمی شده که باید دید که به هر حال به کجا ختم میشه. به هر حال پایان یه چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم راجع به این مسئله که بعد از خدمتتون مرخص شد. بله، خیلی ممنونم. به نکات خیلی مهمی اشاره داشتید. امیدواریم که هموطنان ما بخصوص حالا سایر کشورها رو که نمیدونم، ولی هموطنان ما توجه بکنن که مسائل همیشه یک بودی نیست و همیشه تحت تأثیر سیاست های جهانی میتونه تغییر بکنه، میتونه شکل های مختلف به کمک رسانه در افکار عمومی ایجاد بکنه که موجب تشویش و نگرانی و به هم زدن اوضاع یک کشورهایی بشه. همیشه باید بتونیم چند بعدی به یک قضیه نگاه بکنیم و همه حرکت را مثل همین به تقصیر مثلا تمامی دولت یا جامعه سوئد نذاریم، که بخشی از اون میتونه اعمال کرده باشه. اینو که مشخصا من متوجه شدم که توضیح دادن که چه بخشایی تونستن حتی در دستگاه قضایی اداری اینو اعمال بکنن و بیشخص اجازه بدن که این کارو بکنه. متشکرم از توضیحتان و متشکرم از دعوت شما. البته بعضی هم ما میبینیم که حالا چه عراقی، چه ایرانی، چه ملیت های دیگه که در کشورهای غربی این روزها زندگی میکنن، بعضی وقتا برای ورود به عالم سیاست و مطرح کردن خودشون رو به اصطلاح 10 تا پله بالا اومدن، 10 تا پله یکی کردن، یه همچین حرکت هایی بعضی هاشون انجام میدن. و این رفتار این آقای سلوان مومیکام به نظر یک رفتاری بوده که یک حرکت جهشی بکنه برای اینکه در سطح جهانی خودش رو بشناسونه. به نظرم که یعنی من فکر کنم تبعاتش رو فکر نکرده که چه ضرری میتونه تبعاتی داشته باشه. یعنی روزی که اگر ایشون رو دیپورت کنن به عراق، تازه متوجه خواهد شد که این 10 تا پله یکی بالا رفتن زیادم به نفعش نبوده شاید. بله، همیشه یک بخش کوچکی از تمام مبارزات سیاسی چه داخلی کشورها و چه جهانی، اون بخش کوچیکش همون ایجاد شورش ها توسط یک سری جوانهای ناآگاه مثل الان جریان فرانسه که همه بین 17 تا 20 سال، 21 سال، 22 سال بودن. و نکته ای که خیلی مهم است اینجا که چه جریان اینو هدایت میکنه به طرف شوره، به طرف اغتشاش برای سوء استفاده های سیاسی یا مالی یا هر نوع مسائل دیگر جهانی. اون بخش کوچک آخریش همیشه این هست. توی همین کشور ما هم اتفاق افتاده، همین مسائلی که زیر تمام نامهای خیلی زیبا و دلپسند و عامه پسند و خیلی سیاسی و فلان و اجتماعی، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، زن زندگی، فلان از این صحبت ها، ولی حتما میکشوننش به اون بخش های خاصی که یک سری لات و لوت رهبری میکنن اون جریان های اغتشاشگر رو برای کمک به همون جریان های سیاسی که در نهایت حالا یا یه دولتی رو میخوان به دست بگیرن یا یه تغییری ایجاد بکنن توی کشور یا به پشتوانه کشورهای خارجی بتونن حرکت ها و مقاصد خودشون رو انجام بدن. بنابراین اون بخش کوچیکه همیشه هست. بله، خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید. تا فرصت دیگه از خدمتتون مرخص میشیم. بدون من هم از شما متشکرم. ممنون و موفق باشید.
بفرمایید.